سلام، چطورین؟ امروز میدونی تصمیم گرفتم چیکار کنم؟ تصمیم گرفتم که شما رو یه خورده ببرم پشت صحنه. حالا نه اینکه اصلا شما هیچ وقت پشت صحنه نبودین تو کل زندگی، ولی امروز من باید یه دونه فیلم بگیرم و یه چند تام عکس بگیرم واسه اصلا دو تا کمپین مختلف. یکیش برای شارلوت تیلبریه که یه دونه هایلایتر جدید لانچ کرده، نمیدونی چیه. یکی دیگه‌ش هم پست ولنتاین شینه که باید عکسشو بگیرم و گفتن که برای پست ولنتاین مثلا اگه علی هم تو عکس باشه خوبه و اینا، ما هم گفتیم باشه. و چون که خب همیشه علی عکس‌ها رو از من میگیره دیگه، من گفتم چیکار کنیم چیکار. البته میتونستیم خودمون مثلا پایه بذاریم و فلان کنیم و اینا، ولی در اینکه بهتر بشه گفتم که سارا بیاد اون عکس رو ازمون بگیره. بعد این دفعه شیان واسه علی هم لباس فرستاده که تو عکس بپوشه. من که خودم همیشه لباسامو اتو میکنم و اینا، مال علی چون مثلا کت و مثلا حالت پالتو ایناه، اونا سخته که بخوام مثلا خود چیز کنی، مثلا که ترتمیزتر باشه و مثلا قشنگ حرفه‌ای برد داد که اتو کنن. در واقع رفته اون کارو بکنه و گفتم منم تو این فاصله حاضر میشم، به خاطر اینکه واسه چیز شارلوت تیلبری فقط باید هایلایتر رو تو فیلم بزنم، یعنی آرایش کامل نیست. قبلش آرایش هم میکنم، فقط هایلایتر تو فیلم. وقتی که این ولاگ در میاد که شما قطعا همه این عکس و فیلمایی که دارم راجعشون حرف میزنم رو دیدین، یعنی برای همین اوکیه که الان بهتون نشون بدم همه رو. الان تو فیلم حالا میخوام حاضر شم و اینا چی بپوشم که حداقل به چشم شما قشنگ باشه. گفتم یکی از همین چیزایی که اصلا برای ولنتاین گرفتم از شیان رو بپوشم، یه شلواره که تو ذهنم این بود مثلا یکی از عکسایی که میگیرم این باشه که مثلا یه لباس کیوت تو خونه ای بپوشی، مثلا اگه نمیخوای بری بیرون. چون ما خودمون نمیدونم مثلا یک کاری کنم، چون الان خیلی هنوز وقت مونده به ولنتاین، عکسا رو آدم زودتر میگیره دیگه واسه کمپینا. و یه دونه هم چیز ست روشه که همونجوری مثلا میتونی با یک کراپ تاپ شلوار کرد بپوشی، اینم روش بپوشی همونجوری مثلا برای تو خونه یه چیز تابستونی باحال. در نتیجه من اینو اول باید چیزش کنم، اتوش کنم. حالا من دو تا کار میتونم بکنم، یا ماسک بذارم یا ماسک نذارم. مثلا هنوز هیچی هم به پوستم نزدم، ولی ببینم چون دارم ویدیوی که میگیرم خیلی از نزدیکه. من مثلا از این تیغا که چیز میکنم، حالا هم به خاطر اینکه کلا لازم نیست، هم به خاطر محیط زیست و فلان و این حرفا، چون که خب رو صورت تمیز میکنم مثلا دو بار دیگه هم ازشون استفاده میکنم بعد میندازم دور. در واقع نه بار مصرفه، ولی یه بار مصرفه، یه بار مصرف هم نیست. نوبات ماسکو میذارم، از این ماسک تینی هم میذارم، ماسک دیتاکس ماسک گرین تی بلنده. اینو خیلی قبلنا بهتون نشون دادم، خیلی ماسک خوبیه، هم پوست رو خشک نمیکنه. چون الان پوست من میبینی، یعنی شاید هم معلوم نباشه ولی یکم خشکه، ولی از یه جهتی هم پوست خشک دلیل این نمیشه که پوست شما توش چربی و مثلا کثیفی اضافه نداشته باشه. پوستم حس میکنم الان بی آبه، ولی چیز نیست، بلش کنم پیشونی نمیزنم شنگ شفاف بشه پوستم. میخوام ویدیو بگیرم یعنی این کار واسه یه ماسکایی که اینطور رو صورت خشک میشن خیلی راحت تر از آب کشیدن صورته، هم سریع تره، هم قشنگ همشو پاک میکنه. مرحله اول برای پوست تونر پالاس چویسه که BHA 2%. اگر جوش میزنید
یا جوشم نمیزنه، یعنی فکر اوکی من تو وقتی که اینو استفاده میکنم اصلا جوش نمیزنم، ولی و فکر میکنم او چه خوب من دیگه جوش نمیزنم تو زندگی، ولی یه مدت اینو نزدم و هی تک و توک شروع کرد مثلا اینجا هم جوش دادن اینا. الان تقریبا مثلا میتونم بگم یه هفته ایناست که شروعش کردم، تموم شد جوشا. و واسه یه منافذ و کسایی که یعنی منافذ بزرگ و واسه کسایی که روی بینیشون مثلا جوشای سرسیا داره و اینام خیلی خوبه. اینم روغن بدن تاچای که برای لانچش رفته بودم یوتا که هیچیم فکر کنم یه دونه فقط ریل از اون مسافرت گذاشتم، اونم او سه چهار ماه بعدش. بعضی موقعا دیدی مثلا یه محصولی خیلی خوبه از نظر کیفیت کاراییش، یه موقع هست که حالا غیر از این که خوبه حس خیلی خوبی هم میده. چیزای تاچا و حالا مخصوصا این لاین جدیدش که مال بدنه و شاور جل داره، بادی لوشن داره و این روغنه، خیلی حس خوبی داره به خاطر اون تکسچرش و اون بویی که میده. اصلا این هنگار مود آدمو بهتر میکنه، حال آدمو خوب میکنه. من برگشتم موامم دیگه خوش کردم و اینا، بعدم داشتم فکر میکردم چیکار کنم موامو، چیکار نکنم، گفتم صاف کنم. خیلی وقت صاف نکردم مثلا تو پوستایی که میذارم و اینا، در نتیجه اوتو میکنم. و از سر صدا ببخشید به خاطر اینکه این باغبونا اومدن از اون ور، این ووشونو که روشن میکنم فندق ببین خودشو جیر، یعنی انقدر متنفر از این که البته فکر نکنم صدای فندق انقدر بیاد. شدت من احتیاج دارم موهامو کوتاه بکنم. خب ببخشید، من میخواستم آرایشم هم فیلم بگیرم، ولی توی کل مدتی که داشتم آرایش میکردم پای تلفن بودم و نمیشد. خلاصه ببخشید، ولی سعی کردم یه آرایش روتینی بکنم که یعنی مثلا دیدین تا حالا که بیشتر فوکس روی هم مثلا هایلایتر باشه که میخوام توی فیلم باشه. پوستم هم تقریبا الان ماته و دیگه حالا بعد هایلایتر که بزنم اونجا یهو گل از گلم میشکفه، قشنگ انگار یهو زندگی برمیگرده به پوست وقتی هایلایتر میزنی. به صورت مشخص توی بریف نوشته بود که این موهایی که تو هوا پرواز میکنه نداشته باشیم. ببین بعضی وقتا بریفا اینجوریه که یه ویدیو میخواستیم که مثلا اینو توش نشون بدیم، این پروداکتو، یه موقع های این دیگه مثلا مو هم حتی نوشته، اینقدر دیتیل نوشته که مثلا چه چیزایی مد نظره. در نتیجه بنده این چیزو میارم تافتو و الان باید تصمیم بگیرم چی بپوشم. البته خب تقریبا زومه، خیلی مثلا اینجا هم مشخص نیست، ولی بالاخره میتونم اینو بپوشم چون مشکی که باشه باز بیشتر انگار مثلا فوکس میاد رو خود صورت به این شکل. دوست عزیز نپوشیده بودم اینا خود دیگه. تو فرض کن اینطوری منو میبینی، این چیه؟ پکیجینگ چیزه هایلایتر بر طلای براقه، در نتیجه شاید اگه مثلا گوشوار براق بندازم فکر خوبی باشه. موه رو چه کنم دختر؟ مثلا بپیچونم اینطوری اینجا یه چیزی بزنم، سنجاقی چیزی، فکر کنم تو بریف نوشته بود به موهاتون چیزی نزنید. نه میبرم بالا دو تا سنجاق خودم رو، بعضی وقتا آدم توی مانیتور که میبینه بهتر میتونه بفهمه. ببینیم ولی در چه حاله.
بودو اینو نگاش کن، حضور فعال داره کلن فنده. به 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 سلام، چه شامی به علی مشتی؟ امیدوارم که خوب باشین. ولاگ پشت صحنه داری؟ سلام از ما اینه پشت صحنه. ببین چطوریه دیگه. بله دیگه همین. خوبه عزیزم، تو همیشه خوشتیپی. اینم که خانم فندق و اینم اینطوری تصمیم گرفته نور پردازی کنه علی فعلا. فعلا هی عوض میشه ما کلا دکورمون، ولی این دیگه فول پاور، فول پاور تمام قوا ما میخوایم دیگه. البته ببین چون که فوکس هایلایتره، بعد یکی از لایت های یه برو خاموش کنی. چش. یه دونم چی میگن اسپاتلایت، چیزی باید باشه که نشون بده باشه خودشو. اسپاتلایت جدا میخوای بگیری یا موقعی که داریم فیلم میگیری؟ چون چند تا نور ما داریم، یکی اسپاتلایت هستش لنزه، یعنی مثلا یه ذره کلن تاریکتر کنی که اون بگیره چیز رو، چون اگه کلن محیط روشنتر باشه تو فیلم هایلایتر اصلا معلوم نمیشه. خب پس باید بریم ببینیم چیه داستان. آره باید یه ذره توی چیز بگیریم. الان اونو روشن کن. همسه چون من الان پوستم ماته کلن خیلی شاید مشخص نشه فرق نور. آره همچین چیزی مثلا. ولی تو کل داستان باید این باشه؟ کل داستان من فقط یه هایلایتر قرار بزنم. اوکی. این مثلا کل شاید 2 دقیقه طول بکشه. خب اینو میگیرم از جلو بهت بگیرم. اوکی. اینجا البته عزیزان باید بدونن هنوز اینجا کامل نه چیز نشده، ما این داستان ریمادل پایین این کلن همه چی رو تحت شعاع قرار داده که کامل شه. وقتی همه چی اون پایین تمام شد اینجا ما درست میکنیم صندلیش و دکورش و داستانیه. به خدا جون این من قربونه اون سرتو برم فندق. بشین چی کار میکنی؟ قربونت برم من. بوش میدی؟ بوش بوش کجا رو داشتی لیس میزدی الان؟ قربونت برم من. خوشگل. حالا تا علی داره اینا رو درست میکنه ما بریم اینجا و یک بکگراند مناسب پیدا کنیم. باید بکگراند بخریم علی. آره حالا میگم این جزء پروژه هاییه که اینجا هنوز ببین چند تا پلاگه. من فکر کنم اینجا ورزش میکرده. چند تا پلاگ داره؟ 1, 2, 3 به خاطر مدل آینش. ببین اینو آخر برداشتم چون یه خود نور که بهش میخوره هم نقره‌ای میشه هم طلایی میشه هم نورش رو درست بکنیم معلومش. نمیدونم اگه حس میکنی یا نه، یه ذره اسلو موشنم کلن الان، یه ذره اسلو حرف میزنم آرومم، مثلا صدام تونش چیزه به خاطر اینه که صبح یه دونه قهوه خوردم و یه ذره مثلا یه انقدر شیرینی خوردم. الان ساعت 4 و ما هنوز نه تو گوشتت نیست؟ خب من یه دونه اصلا اونو خوردم دیگه بارا. آه خوردی؟ خب بذار نه نمیخوام الان اینو بگیرم بعد قبل عکاسی چیز کنیم بخوریم اصلا غذا بخوریم. از او خوریم که باد میکنم قبل از با سمین نخورد برای که باد میکنم خب من هم قراره بیاد علی تو حالا نکن. نه من حالا نمیخوام رفتم سلمونی بود من هم لباسام تنگه هر کدوم بخوام بپوشم تنگه رفتم سلمونی بود رو زدم. او برای این رفتی؟ پس چی؟ او مای گاد من فکر کردم مثلا من نمیدیستم چون دیروز رفت سلمونی من فکر کردم شاید مثلا وقتش بوده بری دیگه چه میدونه همیشه وقتش که میتونه این تو اگه به بالا اینو بزنی من بقیهش رو ردیف میکنم من فقط مطل بالا بالا بدم گیره رو یکی دوتا بدم بالاش مهم نیست کلی بالا نمیخواد بکشی این دیگه باش مهم ما وسطش فقط چیز نباشه چلوکاش فقط میکشور کنم نه ببین چون ببین شما هم نگاه کنین الان این تازه خیلی هم دوره ولی زوم کن بازم بیشتر اگه بخوای باید بیارم جلو بیا. خب ببین اولش میتونم یه کاری کنم مثلا هایلایت نداره پوستم نشون بدم خب بعد چون که تو 3 ثانیه اول باید پروداکت مشخص شه مثلا 1 ثانیه 2 ثانیه نشون بدم بعد اینو بیارم بعد ببرم مثلا هایلایت زده
بعد پروسشو نشون بدم. شور حالای زده رو با اون نشون بدی؟ آره دیگه. من رو آماده بگیریم بعد من میام اونجا. خب اول یه دونه بگی که آره اول بزن که من هایلایت نزده رو نشون بدم. برو دارم میریم. اینا این برنشسته من خجالت میکشم. تو رو خدا رو تو نوم بر کنید. بچه ما خجالتیه. خدا. این دیگه آخرش ها به خاطر اینکه شماها این که باز اونو میبینیم ولی انگار پشت صحنه آدم خود ادا دراره یه ذره عجیبه. این چه بعدش آقا؟ وای خوبه نمیخواد حرف بزنم بگرنه اونجوری اصلا خیلی خجالت میشه. نه اگه اونجوری بود با توجه به شرایطی که الان بچه هم میبینم بوده 12-13 ساعت میگه. وای راست میگه. هر دفعه همین کار میکنم تو ویدیو. خب استایلت چش کار داره؟ هر کی چیزه. خیلی آرایش شد خوشگلم. لابت خیلی خوب. اینجوری دوست داری؟ تعطیل تو خوشگله کی؟ تو عزیز دل کی؟ تو ناناز کی؟ تو خوبه که حالا امروز هم میخوایم عکس ولنتاین بگیریم. اینو که میبندم باید بره تو چیز بعدی. یعنی من اینو اینجوری میبندم میارم کنار دیگه باید بعد که هایلایتر رو زدم بشه. ولی اخه اگه بخوایم اون کارو بکنیم بعد که چیز کردیم نور عوض میشه. اگه میخوای باید نور رو از الان بذاری. خب یعنی از اول تا آخر باید این نوره باشه. من بگیرم چون استندم. ببین من فقط خودم نباشم. نه خیلی روشن میشه حالی. خیلی روشن میشه گفتی؟ خب خوبه دیگه. خوبه؟ قسمت اولش حالا شروع کن به زدن. یعنی آرایش میخوای من باشم با همین؟ آره آره تو اون تکونه ده. شما ها چقدر میتونیم ببینین؟ بذار داری میگیره دیگه. ایش بای. آره یعنی فردا من باید اینو تحویل بدم ادیت شده. تو هی عوض میکنی چیکار میکنی؟ ایزر بیا این برتر. خب بذار من اینشم بگیرم.
فقط الان باید بدون عکس کاور بگیرم. اینو بذارم روی استند که نورش هم. نه اونو نمیخواد. نمیخواد؟ نه. نماده ای صدا 3, 2, 1. ببین این براش برق گونه رو کاور نکنه. ببین پایین تر بگیر پایین تر براش رو. این هم میفته؟ نه. 3, 2, 1 بریم پایین تر بگیر براش رو. ایتس رپ مثل که تو لحظه عزیزان گیر کردی زودتم آخه دیگه یه دونه هایلایتر بود دیگه آرایش کامل نبود که من بخوام آرایش کامل کنم فیلم بگیرم و اینا مثلا یه 5 ساعتی طول میکشه نه؟ حالا شده 5 ساعت طول بکشه شده نمیگم نشده ولی خیلی شرایط مهم خسته که میشه یه دفعه سلام سلام عزیزان دوباره ولی امروز رو در واسطتون گیر افتاد اصلا خیلی سریع تمام شد آخه خیلی... موضوع اینجا خب من کل کارشو قبلن کرده خب تو فیلم یعنی ازارشم نگید ولی یعنی چیز بود ببین داستان اینه که وقتی طول بکشه حتی فول آرایش و فلان و اینا دیگه چون خسته میشه صدف طول میکشه واسه همین اون فاز خدا رو شکر میفتم به مسمس کردن و هی خستگی و مغز دیگه جواب نمیده مخصوصا تو اون کارخونه که بودیم چه دیوونه داستانهایی داشتیم تا چه ساعتهایی ما فیلم میگرفتیم آخواست میگی ولی آره اینجا خیلی بهتره اینجا راحته بغله دیگه آره دیگه اوکی الان ما باید بریم یه چیز سریع بخوریم بریم نه ولی من بعد من لباس ها رو بهتون نشون میدم دونه دونه بعد لباس هم اوتو کنم اونه که انتخاب میشه رو اوکی و سارا بیاد عکس رو بگیریم دیگه اوکی بزن بریم خب من اومدم گفتم حالا بذارتون فاصله من این لباس ها رو بهتون نشون بدم وقتی که پکیج شین میاد من میارم اینجا همه رو آنباکسی میکنم یعنی همه رو باز میکنم بعد میپوشم چون خودم لباس ها رو انتخاب میکنم برای مثلا اون پستی که بعد بذارم چند تا لباس انتخاب میکنم بعد که اونایی که میاد و میپوشم ببینم مثلا کدومو میخوام تو عکس باشه حالا الان این چیزاییه که من برای ولنتاین انتخاب کرده بودم که حالا من میتونم دونه دونه به شما نشون بدم بله بله پوستای بعدی شیه به امید خدا میدونی به چیه؟ با کوبی ای خدا جوجه یه باید موبای نیسته اینجوری تو ها من یه دونه از بخاری چیزی هم آوردم اینجا گذاشتم این اتاق مستر حالا ما الان اینجا اصلا نمیخوابیم به خاطر اینکه اون تخت قبلیمون رو که سایزش کوین بود گذاشتیم تو اتاق مهمون گفتیم حالا خودمون هم فعلا اونجا میخوابیم تا یه دونه تخت بزرگ که مثلا کینگ حالا یا مثلا کالیفرنیا کینگ اینجا بگیریم برای مستر که حالا هم نگرفتم ولی در کل حالا تابستون که بود خب اینجا خوب بود من میومدم مثلا حالا لباس بردارم یه چیزی میدیدم اینجا از بقیه جای خونه خنک‌تره ولی زمستون ببین اینجا میشه مثل فریزر یعنی هیچ جوری انگار نمیتونی گرمش کنی اول یک عدد شلوار داریم من این شلوار رو گرفتم ولی یه بلیز هم گرفتم فکر کردم شاید اینا رو مثلا با هم بپوشم ولی اصلا رنگ قرمزشون یه نه هم نیست نمیشه ولی میتونم مثلا با همین تاپی که تنمه این شلوار رو بپوشم پوش ترکیب هم هست ببینید چیزش هم کمرش هم باید تو برام کشور نیست میتونم اینو بپوشم مثلا یعنی یه پاچه گشاده و خیلی هم بلنده و فعلا این از مورد اول خب مورد بعدی اینه که یک عدد پیرن بسیار سکسی
و قشنگه. خواهش میکنم بفرمایید. احوال این خیلی خوبه. مثلا فکر کنی اگه واقعا میخواستیم با هم ولنتاین بریم بیرون کدومو میپوشیدم؟ خب این که دیدم خیلی قشنگه، خیلی خوشگل و خوش رنگ و خوش فرم و خوش تیر تفره. خب اینا رو میپوشی، خب من احساس امنیتم رو از دست میدم به خاطر این که به قول معروف فرض کن مثلا تو از این آدم ها بودی به خاطر این که خیلی زیبا بود، خیلی جذاب بود، لباس حسابی بنز کافی کم بود و سکسی میشد قوز بالا قوز و تو رو این هم قشنگی خودش رکش. این هم خیلی قشنگه. این خب مثلا بخوای بامزه بشی از این اینطوری هست. خب این هم خیلی قشنگه. این کفش هم توی همین اوردر گرفتم. ببینی چه خوشگله؟ من هم لباس هم از همین اوردر گرفتم. آره. کفش این لباسه و پشتش رو مثلا میتونم یه پاپیونی بزنم. پاپیونش معلوم نیست. مثلا اگه بخوام اینو بپوشم مثلا باید موام و دنبه اصلی چیزی کنم اینطوری با یه تیپ مشکی. این هم قشنگه، هم این قشنگه هم اون. اینجاش خیسه ها هنوز لک نیست. این به نظرم شاید یکم کیوت تر باشه برای داستان. اون بیشتر حالته آخه چند برای استوری سه تا میخوام، برای پست یه دونه. من فکر کنم اون کیوته با حال در کل. اینا خیلی تو کشن اونو گرفته نه چون ببین علی میبینی خیلی سیاست داره. آقایون عزیز لطفا نوت بردارین و چیز کنین. مثلا نمیگه که اول اون که خیلی بازه و اینا میگه وای چقدر قشنگ، ولی اونی که یه ذره باز مثلا کمتر بازه و اینا میگه ولی اون این خیلی قشنگ، این خیلی. هیچ وقت نمیگم مثلا اون. بابا جان سیاست چیه؟ آخه اوکیژن ولنتاینه، ما عروسی که قرار نیست بریم. اینا مال عروسی، خودتون نظر بدید. اون یکی باز مال عروسیه. ولنتاین یه حالتیه که یه دختر و پسر، یه خانوم و آقا، حالا هر کی با هر کی میره بیرون و یه حالت کیوت و کوزی و اینجوری باید باشه. ولنتاین چیکار میکنه خودتون؟ من هیچ کار خاصی نمیکنم. کلا چیکار میکنه؟ اصلا هیچ حرکتی ندارم. من فکر می‌کنم این ولنتاین تره. خب اینو بپوش. اتفاقا اصلا ولنتاین آدم‌ها معمولا سکسی میپوشن. سکسی میپوشن. ببین آها سیاست درست اینه. بکشی بریم. خدا حافظ. اگه راستش بفهم سیاست درست. بیا اینم ببین. یه دونه اینطوری شال داره. خب از اینجا میاد، میتونی مثلا اینو اینطوری بیاری بهش کنی. آه اینم قشنگه. یا مثلا یه دور دیگه میتونی اینطوری کنی. اینم خیلی قشنگه خودش. پشتش هم تقریبا خیلی خوبه، خیلی قشنگه و باز. بهترین سیاست. نه ولی این ها بعد اینو مشکیش هم داری. ولی مشکی نپوشم من فول مشکی هم. حالا تو قرمز بکن میشه یه تغییرات بکن، ولی خیلی خوبه. نه خیلی قشنگه. دو تا بند اینجا داره. ببین اول شروع کن مثلا از اینجاها صفر کن تو برسی به پایین. اصلا این بالا چه بنده؟ این خیلی بلنده. نه اونو همه در امتداد رو میدونم. نمیدونم اگر پشتش باید اینجوری. آره دیگه. نه یعنی اگر این مدل خوبه، اگر علاقه دارم به پشت اینجوری ملت کنم برای اینکه تو عکس باشه. ولی تو پشتت که معلوم نمیشه، بهتر اینا رو تو استوری که پشت چون از پشت که همین عکس بگیرم. این چون مثلا از این مدل هاست که را رفتنش اینطوری میشه، میتونم اینو چی میشه؟ را برم سر را بریم. را برم اینطوری برم اینطوری برم. آره خیلی قشنگه. یک چیز برم بخورم چون دیگه تمومم. بعد چنده؟ ساعت هم کنم شیشه. شیشه نورم رفت دیگه، برای همین دیگه عجله ای نداریم. هر وقت داره میاد سارا. او داره میاد 10 دقیقه 20 زده داره پس میاد. اونم احتمالاً اصلا کارش تموم شده که داره میاد.
در نتیجه یاد شاید عجله نداشته باشه که بگیره عکسو. اول اینو میگیریم چون این در بردن پوشیدنی سخته. با موبایل یا با دوربین؟ با موبایل. خب برام من دهن بدم. میدونستم. یعنی از هم که تا الان دم ندادی برای من عجیبه. کار داشتم آخه. نه ولی نمیخواد دم بدی به خاطر اینکه اصلا معلوم نیست تو لباس تو. بعدم همین جوریش میگی لباس دیگه زره. همین. نکنه از اولاد غمی و فلان. حالا خب من به حرف علی گوش نکردم به خاطر اینکه من دیگه الان سایز خودم رو با شین میدونم که مثلا شلوار باید چه سایزی بگیرم، نمیدونم پیرم باید چه سایزی بگیرم، اگه جنسش چی باشه باید چه سایزی بگیرم، اینا رو دیگه میدونم. واسه همین همیشه میبینی لباسایی که میگیرم از نظر سایز اوکیه. علی رو چون نمیدونستیم گفتیم مثلا از یه چیزی خودش میگفت نه مدیوم من مدیوم هم آخه گفتم اوکی از من مدیوم میگیرم ولی من لارج هم میگیرم از مثلا هر یکی که تو گیر میدی مدیوم من مدیوم من لارجش هم میگیرم که بعد آخر سر به این نتیجه رسیدیم که فقط لارج بگیریم و فقط لارج گرفتیم و بعضی از لارج ها برای ایشون همچی یه هوا هم شونه ها پهنه جا نمیشه قرون تو برم من دوره‌های فشرده شونه سرشونه بیا دایرکت ماشاءالله سرعت بالا ماشاءالله ماشاءالله طرف چرا آویزون شد دوباره آقا با این تیپ آیا این درسته که من باید وایس عملین دبل کنم کار نمی‌کنه دلتون نخواد ولی ببین این ماکارونی یه ماکارونی خوشمزه‌ای شد که اصلا حداسه من حالا الان من اینو میخورم تمام دور دهنم دندونام زرد فلان الانم با آرایش و اینا مسواک نمیتونم بزنم بفرمایید تو رو خدا خیلی داغه یه ذره این آرایشه رو یه رنگی بهش دادم روژ و روژ گونه و اینا رو با این قرمز بیاد و فیلم بردار و عکاسمونم تشریف آورده سلام مالی سلام صدق جان ما پشت صحنه داریم یا علی تو ولاگ من که نه میتونی تو نیای چیز نیستم تو میتونی فقط مثلا صدا کانتریبیوت آره. وجود داشته باشی خب ما میریم اون بر من راه میرم با این میخوای دکوری چیزی بذاری بهتر نیست چون هیچی نیست اونجا ها اینجا میتونم راه برم ما رو قشنگ ولی اینجا ما چون الان یه خورده از نظر لوکیشن ضعیفی بابا نه تو نمیگه اینجا مثلا میتونم تو این راه رو راه بیام مثلا اینطوری ولی خب این مبل میفته خب اینو بدیم جلو میخوای کلا اینو بدیم همه چی جلو آخه ولی اصلا اونا خوبه ربطی داره اونا چرا که نه راه بری میبره مثلا یک میکنه به جایی میره ببین میخواید گلدون رو ببریم اونجا اگر میخواد اونجا اونجا نورش خیلی مستوری گلدونم غر کنه به دو دقیقه خود جا به جا میشه غر کنه نه بابا نه بابا به خدا نمگه شما بگی غر نمیش نیست بفهمه سری کجا رفته یه پنج روز دور میشه خب اگه اونجوریه که ببین داخل تو چه من گلی درست کردم خب اونو میتونیم بذاریم روی چیزی خب بذار حالا همین الان ترتیبشون تو بدیم اومدی بالاخره ولی در کل من میگم اونجا خیلی خالیه فقط کف چوب و دیوار سفید نه و شومینه و پنجره شومینه که حالا دیگه با وسایل چی وسایل او وسایل الان بهتون نشون میدم بذار فقط روی شومینه ها رو بعد ما یه ذره خالی کنیم همینجا اصلا اینجا من یه دفعه عکس گرفتم یادته؟ اصلا عکس هیچ وقت پست نکردم. نه اونو من هیچ وقت پست نکردم. اون ماه اصلا کلا تبلیغ رو کنسل کردم. خب احتیاط کن. ببین مگه اینجا وایسم کی میدونه که مثلا جلوشی چی نیست الان و در حال کانستراکشن اینجا اینجا دیوار که نمیتونه بیفته چون دورنگه. خب نه اون نه اینجا اینجا. همینجا من وایسم. پسر دورنگه. یعنی را برم ها؟ اون خیلی میشه درسته
تا یکی هفتم بود فکر کنم. نه بابا 15 تا. نه خیلی هم نیست. این یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت هشتمیش درست در اومد دیگه. هشت تا گرفته. امروز ما خیلی اشکالش این بود که اول میومد اینجوری میکرد. بکن بده من نشون بدم. به علی درستش کرد. بده من علی نشون بدم. نشون بدم. اشکال این بود که میومد اینجوری میکرد و بعد میومد. خوشحال. وقتی میومد بعد اینجوری کنی. و اون شد که شد آنچه شد. خب ولی لباس عوض کنیم دوباره. مارتو رو دیگه بندوقی تو هم برو لباس رو عوض کن. نگیر آقا. چرا نگیرم علی؟ شما کارتو کن. ای خدا اینم این جوجه بندوقی بیا آل چی میشیندم تو عکس باشه میشه با این قیافش خب 3 2 1 بندوق آماده 3 2 1 من این نوبل کردن باشتم تو میگم هیچی مثل مونگولا بیا بابا بیا اونجوری که میافتی آقه خب علی عقل نگه میرسه وایسا وقتی میخوام بوده بگیم فنده هم افتاده آقه بیا تو برو حالا فندو علی علی یک دو سه شد؟ نه بایی که الان سلا بزرگم اینم دارم توی میگیره مثل چیز شد رابین بود این سپر بیا یکی دیگه بگی دوباره بزن خیلی او مای گاد آقا میشه به من حقوق بدی به من حقوق میدی باید بهشون میگفتی من خواهد تکی پاس کنم یه دفعه حالا ما اومدیم دوتایی بندازیم ببین چه ادا از صبح داره علی چند تا شما عکس دوتایی تو آلبوم داریم میخوای چه کار تو برو همون رو بزنگاه اسپانسر شدم من میخوای خب این الان نه بعد میشه. نه فردا اوکی. این همون مثلا نباید داره برای چیز. بارونی ده. کو. چشمشو باید کات کنید. خیلی مواشده. ایو. اون تو. نه بابا. باید فردا من بدم این اکسی. میگه ایسپرس نکنید. یعنی این هیچ کاری از دست خودش بر نمیاد نه هم نمیتونه بگه قربونه تو برم من ای خدا سارو مثل مامانا که بیاد دور میمید دستشون تو عروس میگی عکس فیلم بگی فقط دنبال بچه خودشون دقیقا نه اینه که نوه دار میشن یعنی اینه که چیزه معلومه مثل فیلم که مامانه دوربینه کی بوده جونیا اوه پدر قضیه هاره چه نگاه استیل گنگو نگاه ترکیب و رنگو چقدر خوبه مورد هم چشاب بشن اوه من خوبه این باری آقا یه دقیقه فیلم برداری ها یا
عزیزم نوه نوه دیگه باز کن دیگه یعنی میخوای یه نکته آموزشی اینجا مثلا چه نکته؟ که اینو وا کنم آها عزیزان میدونین دیگه نمیدونین حقا اگه نمیدونستین این آره 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 اینو آره البته راست میگه چون خیلی وقتا من دیدم که مثلا باز نکردم تو عروسی ها اونایی که میخوام پس بدن باز نمیدونم آقا جان وا کنین وا کردین هم پس میگیرن نگران نباشید تو آمریکا هستی یه کوک بزنید روز بابا بابا همین اسمی اجازه نمیده دیگه پهنا پهنا زیر اینش وصله بهش بله عزیزم او چه همه چی یعنی اگه یه موقع دماغ چیزی میخواد بیاد چون نمیتونی اینجوری نمیشه آه بعد این چیزا که بعضی وقت رو کتا میاد اونم بعد بکنین دوستان این نداره اوکی نهار نخوردم که سیکس پکام بچسبه به کمرم دم دادی علی فومنی یس بابا جان دیگه دست بخشی دیگه ببخش من هم بلاگ بگیرم نه 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 بلاگ من نگیرم آماده و تمام آقا کی باورش میشه تموم شد البته حالا یه ذره بشینیم منم که تا فردا وقت دارم بعد یه شامی بخوریم و سریالا ببینیم چی اومده چی نیومده و بشینم سر ادیت فیلمه دیگه فقط یه دونه عکس فندق موند که اونو فردا میگم گفتم اون نور باشه بهتره با این بارونیش ای خدا اندازه یه گوزه و ببین چه که من یعنی یه جوری اینجا رو ترکوندم گو کن اینجا رو باید بدن جمع کنم بریم سر شام ما دیگه کالسکه همون کدو شد علی به حالت کارخونه برگشت ما به حالت رستورانی برگشت و الان علی کثیف داریم رو خوب ببین ببین چه میکنه اینم به خاطر عزیزان دل و اینجا دیگه خیلی دیگه کژوال برگزار میکنیم او قرار شد تو رو نگیرم میگه چرا شما ها شاهدین میگه چرا چرا زمین میخوایی من رو نشون بدی چرا اینطوری میخوایی نمیخوام ببینن تو رو آمرس خوب گفتم که میخوام آره میخوام ادیتم رو بکنم نمیدونم فلان بکنم بیشتر بکنم اینا نکردم و متاسفانه باید ساعت بزنم یعنی ببین من تو مدرسه هم دقیقا همینجوری بودم وای میستادم تا دقیقه 90 مثلا برای دیگه تموم کردن یه کاری و بعد نمیکردم مثلا اون شب نصف شب پا میشدم میکردم و مثلا صبح میرفتم مدرسه حالا الان هم دقیقا همونه من این کارو تموم نکردم برای همین دیگه الان میخوابم چون حال ندارم صبح ساعت میذارم بلند میشم فردام چون جمعه است چیز نیست چی میگن آپشن ندارم که مثلا حالا بگم حالا میشه مثلا یه روز دیگه نمیشه دیگه بدم دیگه چون میشه ویکند مراحل شستشوی صورت دیگه امروز کلا با هم بودیم این آخرش هم با هم باشیم دیگه من دفعه پیش که رفتم دندون پزشکی گفتش که چیز بکن واتر پیک بگیر حالا واتر پیک چیه؟ این دستگاه در واقع نخ دندون آب با آب که
یه دونه اینجوری مخزن آب داره و این حرفا و دکمه داره و این از این سوراخ خیلی کوچولوش با فشار زیاد آب میریزه، یعنی آبو میپاشه که مثلا دیگه خیلی عمیق تمیز کنه دندون رو، مخصوصا اون عقب عقبی ها که دیگه دندون تموم میشه دیگه، فقط بعدش لثه اون رو با نخ دندون و اینا خیلی خوب نمیشه، مثلا بعد وقتا دیگه غذا گیر کنه دندون خراب میشه. و من اینو گرفتم و اینا بو از روز اولم جوگیر میذاشتم و شروع آخرین درجه شد که زی مثلا چیز میکرد اینا، بعد با آب گرم گرمم میکردم، یه مثلا دو سه هفته ازش استفاده شدم کمتر، آره دیگه نه همون قدر ازش استفاده کردم، بعد یهو حس کردم که این دندونه که من اصلا رود کانالش کردم و روکش داره این با گرمای این تیر میکشی تر دفعه، گفتم یعنی هنوزم برام سواله چون از اون موقع هنوز نرفتم دوباره دندون پزشکی، ولی برام سوال بود که مگه دندونی که رود کانال شده دیگه عصب داره که مثلا چیزی بفهمی؟ بعد یه مثلا چند روز دیگه اینو ادامه دادم دیدم نه این قشنگ درد میگیره مثلا وقتی، بعد آبشو هی مثلا ولرم تر کردم و این حرفا، و بعد از اون تا چند وقت یعنی الان تازه مثلا خوب شده میتونم بگم شاید یه ماه دو ماه دیگه مثلا چای میخوردم غذای داغ میخوردم اینا به سرمای دمیز، ولی به گرما این دندونه تیر میکشید، نمیدونم حالا الان، ولی خب الان یه مدتی که دیگه از این استفاده نمی کنم دیگه اون حساسیتش به سرم و گرمام رفته. جالب بود اینش دیگه. حالا خب برای الان دیگه واقعا بیشترین حجم آرایش که میتونه باشه رو صورت منه از این میکاپ ریموور المیس استفاده میکنم. اینو قبلا یه دونه تبلیغ اصلا براش گذاشته بودم تو اینستاگرام، اسمش هست پرو کالاجن کلنزینگ بام، خیلی چیز خوبیه، قشنگ آرایش رو پاک میکنه، حل میکنه، حل آره دیگه حل. بعد که بخوام صورتمو بشورم یه چند وقتیه دارم از این فیس واش برند آمور پاسیفیک که اسمش هست تریتمنت انزایم کلنزینگ فوم، خیلی این برند خیلی برند گرونیه در کل خب، ولی و من خیلی هم مثلا چیزای مختلف ازش استفاده نکردم، ولی اینو که استفاده کردم به این نتیجه رسیدم که حالا این که حالا هم کیفیتش خیلی خوبه، هم این که ببین واقعا یعنی اینو که من برداشتم برای صورتم میبینه حالا چقدر کف میکنه و بعدم خیلی هم خوب تمیز میکنه، واقعا خیلی کم ازش استفاده میکنی، یعنی میتونم بگم مثلا یک سوم بقیه کلنزرهایی که مثلا همیشه استفاده میکردم و از این بعد بزنی و همون نتیجه رو بگیری، خواهی حساب کنی مثلا قیمتش درست در میاد. و مرحله آخر من شما رو بذارم اینجا، فقط نیفتیم خواهش میکنم، دیگه کارای پوستیمونم انجام بدیم، دوباره همون تونری که اون موقع زدم و کرمش. البته من دارم دیگه مینیمم ترین چیزایی که مثلا بعد انجام بدم و انجام میدم و کرم شب ایندیگو اوورنایت ریپیر تاچا، یعنی یکی از عشقهای زندگی من این کرم.
تمیز و پاکیزه. دیگه الان میتونیم ببینیم صندوق کجاست. خوابیده علی هم که احتمالاً موبایله. بله بله خیلی قربونه اون سرد برم من بچه کوچولو. دیگه همین آقا، امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. نمیدونم که، یعنی بنویسین که اگه از این ولاگ های این مدلی خوشتون میاد یا نه. کلا مثلا یه روز همجوری همه چی قاطی پاتی. دیگه همین، من میرم و شما رو توی یه قسمت دیگه میبینم. بلن خدافظ.